سایت محافظه‌کار بازتاب روز شنبه نوشت آیت الله خامنه ای مانع اعدام هزاران مارکسیست و توده ای شد. به روایت این سایت زمانی که هیئت مرگ قصد داشت بعد از اعدام زندانیان مجاهدین خلق زندانیان چپ را هم اعدام کند، علی خامنه ای با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی مانع اعدام زندانیان چپ شد. در خاطرات آقای منتظر ایشون در اینجا اشاره میکنن که آقای خامنه ای یک روز پیش من اومد، یادداشتی همراهش بود و گفتش که شنیدم که قراره که عده‌ای از کمونیست ها یا مارکسیست ها رو بکشن. و آقای منتظری اظهار تعجب میکنه که شما کجا بودید تا به حال چند هزار نفر از مجاهدین کشتن و شما تا حالا خبر نداشتید. بنابراین ایشون ظاهرا در اون موقع در موقعی بوده که بتونه کار انجام بده. ظاهرا الان اطرافیان ایشون مجبور شدن که به نحوی وارد مسئله بشن، یک مزیت برای ایشون قائل بشن و معتقد باشن یا مطرح کنن که ایشون مانع از قتل دیگر شده. در تابستان 67 بعد از عملیات نافرجام مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان، در کمتر از 3 ماه حدود 4000 زندانی وابسته به مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. 25 سال از این اعدام‌ها گذشته، اما در داخل ایران کمتر در این باره حرف زده می‌شود. مسئولان یا تکذیب کردند یا سکوت. این عکس همه مسئولانی را نشان می‌دهد که احتمالاً باید در جریان اعدام‌ها قرار می‌داشتند. آیت الله خمینی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد ریشهری و علی اکبر ولایتی و همینطور احمد خمینی. تنها مقامی که در زمان کشتار به اعدام‌ها اعتراض کرد، حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری بود که البته کمی بعد از سمتش عز شد. به صحنه آمدم. میر حسین موسوی سال 88 درباره کشتار 67 سکوت کرد. بعدها مشاورش در پاریس گفت که از دلایل استعفای موسوی در سال 67 بی اطلاعی او از اعدام‌ها بود. هاشمی رفسنجانی 2 هفته پیش توپ را به زمین دیگران انداخت. گفت مسئولان امنیتی و قضایی به شبهات پرونده‌های اوایل انقلاب پاسخ دهند و حالا هم که سایت بازتاب میگوید خامنه‌ای نیز نقشی نداشته. اگر واقعا در این ادعایشون صادقه، ایشون دستور بدن که اولا کمیته تحقیق تشکیل بشه و دومی که دستور بدن که تمام اطلاعات مربوط به این قتل عام در اختیار خانواده‌ها قرار بگیره. سایت بازتاب اینک تایید می‌کند که آیت الله خمینی اعضای هیئت اعدام را منصوب کرده بود. حسین علی نگری قاضی شهر، مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات. نگری اینک معاون دیوان عالی کشور است. مصطفی پور محمدی هم بعد از وزارت کشور در دولت احمدی نژاد مدتی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور شده و سودای شرکت در انتخابات سال آینده را دارد. و البته عبدالکریم موسوی اردبیلی که رئیس وقت شورای عالی قضایی بود و اینک مقیم قم است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.